بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستان عزیز، با چینل یوتیوب اسلام تاک افغانستان خوش آمدید. با امید صحتمندی و سلامتی هر یک شما، باز هم در خدمت شما قرار گرفتیم با یک ویدیو بسیار جالب از دکتر زاکر نایک، کتابی که زندگی شیخ احمد دیداد را تغییر داد. شیخ احمد دیداد زندگی دکتر زاکر نایک را تغییر داد. پس بیاین که در مورد این موضوع از زبان خود دکتر زاکر نایک بشنوید. اما قبل از او، اگر شما تا حال این چینل را سابسکرایب نکردین، لطفاً سابسکرایب کنین و دکمه زنگوله را هم فشار بدین. و شما میتونین به خاطر کسب ثواب ویدیوهای ما را در فیسبوک هایتان با دوستان خود شریک کرده و در صدقه جاریه با ما یک جا شریک شوید. ما تها امانت هستم از پاکستان. من میخوایم از شما در مورد یک کتاب سوال کنم که نامش اظهار الحق است، که با خواندن این کتاب من میتونم که معلومات اسلامی دریافت کنم. تشکر از شما. در مورد کتاب اظهار الحق، این کتاب کتابی است که زندگی شیخ احمد دیداد را تغییر داد. او شخصی است که زندگی مرا تغییر داد. شما خوب می دانین که من از شیخ احمد دیداد الهام گرفتم و به خاطر اونا از دکتر جسمی به دکتر روحی تغییر پیشه کردم. و اگر شما زندگی نامه شیخ احمد دیداد را خوانده باشین و یا در مورد او معلومات داشته باشین، شیخ احمد دیداد born in India. شیخ احمد دیداد تولد شده هندوستان است و در سن نوجوانی به آفریقای جنوبی سفر کرد. ایشان تنها تا صنف ششم مکتب خواندند و بعدا در یک دکان به حیث فروشنده کار کردند و در اوج مبلغان مسیحی میخواستند که مسلمان ها را آزار و اذیت کنند. اونا با استفاده از قرآن بالای مسلمان ها حمله میکردند و اونا از خود قرآن از مسلمان ها سوال های میکردند که یک مسلمان معمولی نمیتونه این سوال ها را جواب. بنابراین شیخ احمد دیداد با یک کتاب برخورد کرد که نامش اظهار الحق بود، که این کتاب جوابهای داشت به سوالهایی که مبلغان مسیحی میپرسیدند. این کتاب اظهار الحق توسط مولانا قرامی به لسان عربی در سال 1864 نوشته شده بود. پس در دهه 19 مولانا قرامی از هندوستان این کتاب اظهار الحق نوشته کرده بود که مجموعاً در 6 جلد پیدا می شود و اساساً این کتاب جوابگوی مبلغان مسیحی است که بالای اسلام حمله می کنند. پس این کتاب قسمی نوشته شده که پس هدف نوشتن این کتاب قسمی بوده که جوابگوی سوالهای مبلغین مسیحی که می خواستند بالای مسلمان ها حمله کنند و یا مسلمان ها را مجبور کنند تا به دین مسیحی بپیوندند، جوابگوی اونا باشه. و همچنان این کتاب پاسخگوی کارل فندر است. کارل فندر یکی از مبلغین بزرگ مسیحی در زمان خود. در دهه 19 او یکی از مشهورترین و بزرگترین مبلغ مسیحی بود که اکثر مسلمان ها را میخواست به دین مسیحی دعوت کند. و این کارل فندر به دهلی هندوستان آمد و در اینجا یک کتاب نوشت که به نام میزان الحق بود. پس در این زمان مولانا کرانوی این کتاب اظهار الحق نوشت تا یک جواب به این شخص باشه و همچنان به دیگر مبلغین مسیحی. و در دهه 19 یک مناظره صورت گرفت، قسمی که کارل فندر بسیار یک شخص مشهور بود و میخواست که همه مسلمان ها را به مناظره دعوت کند و هر انگامی که ای با شخص مناظره میکرد ای برنده میشد. پس در این زمان مولانا کرانوی با ایشان مناظره داشت و مولانا کرانوی برنده شد. و در جریان این مناظره، اگر شما ویدیوهای شیخ احمد دیداد دیده باشین، او در مورد این مناظره بیانهای داشته. دوستان عزیز، قابل یادآوری است که ویدیوی شیخ احمد دیداد که در مورد این کتاب و در مورد چگونگی مناظره حرف میزنه، لینکش در بالای این ویدیو گذاشتیم، حتما او را هم بیننده باشین. در جریان این مناظره یک شخص آمده و گوش مولانا کرانوی چیز زمزمه کرد و دفعتاً چهره مولانا کرانوی غمگین شد. آنقدر غمگین شد که کارل فرندر ازشان پرسان کرد که مولانا صاحب، چی سخنه است؟ چی گپ شده؟ چرا شما اینقدر غمگین شدین؟ چی شده؟ مولانا گفت که مشاور ما آمد در گوش ما گفت که جبرائیل علیه السلام فوت کرد. آرکانجل جبرائیل داید. سو کارل فرندر استارتد تو لاف. هی سد ایزنت ایت فولیش دو انجلز دای؟ کارل فرندر با خندیدن شروع کرد، گفت که آیا این حرف احمقی نیست؟ آیا فرشته هم میمیرد؟
مولانا قرانوی هم خندید گفت که بر شما در دین شما خداوند میمیرد، پس چرا فرشته مرده نمیتونه؟ پس این مناظره مناظره عقلی بود. همچنین قصه های بسیار جالب در این مورد است که توسط شیخ احمد دیدار بیان شده. ما یک مورد دیگر این حادثه را هم به شما نقل قول میکنم. در جریان این مناظره کارفندر همچنان از مولانا پرسید که مولانا صاحب، هنگام جنگ کربلا پیغمبر شما کجا بود؟ مولانا گفت که ایشان فوت کرده بودند در اون زمان. کارفندر گفت که شاید او با خدایش یک جا بوده باشه. مولانا گفت بله شاید. Where was your prophet? Peace be upon him. Mana saab the prophet. He died. پس این شخص بازم پرسان کرد که وقتی که این جنگ صورت گرفت و حسین شهادت شد در این زمان پیغمبر شما کجا بود؟ مولانا جواب داد که پیغمبر صلی الله علیه وسلم با الله سبحانه تعالی بود. در این زمان کارفرندر پرسید که چرا در اون وقت پیغمبر شما محمد صلی الله علیه وسلم از الله سبحانه تعالی نپرسید که تا نواسه هایش کمک کنه و از مرگ نجات بده؟ Ask الله سبحانه تعالی to save his grandsons. So the Mawlana Sahib was silent. مولانا صاحب در این زمان خاموشی اختیار کرد. کارفرندر باز هم پافشاری کرد که چرا پیغمبر شما به الله سبحانه تعالی نگفت که نواسه هایش نجات بده؟ باز هم مولانا صاحب خاموشی اختیار کرد. باز هم به بار سیم کارفرندر بسیار به آواز بلند گفت که چرا جواب نمیتی؟ جواب بگو. چرا پیغمبر شما از خدا نپرسید تا نواسه هایش نجات بده؟ در این زمان مولانا صاحب بسیار غمگین شد و گفت که الله سبحانه تعالی گفت که وقتی که من پسر خدا نجات داده نتونستم، چطور میتونم که نواشای تو را نجات بدم؟ الله replied, when I cannot save my own son, how will I save your grandson? پس این مناظره ها مناظره عقلی بودند و مولانا رحمت الله کرامی به ایشان فقط طعم و لذت داروی خودشان را به خودشان میچشاند. چرا گونا این قسم ادا دارن که حضرت عیسی علیه السلام پسر خداست؟ پس در این صورت مولانا صاحب گفت که خداوند گفت که من پسر خدا نجات داده نتانستم، پس نواسه های تو را چطور نجات بتم؟ پس این نوع جوابات در وقت باید داده شوه که یک شخص یک سوال غیر منطقی از شما میپرسد. وقتی که یک انسان میگه دو جمع دو مساوی به پنج میشه، پس با این انسان چی باید کنی؟ برازو بگی که این ای 2000 بگی، این 2000 دیگر هم بگی بر ما 5000 بده، یا بگو که 200000 دلار بگی، این 200000 دلار بگی و به ما 500000 دلار بده. و طبعا که مرد میگه که نه. پس بعض وقت باید که با استدلال نادرست موافق شوین تا ای که پیروز مناظره شوین. مثلا در مسابقه جودو یک شخص میخواه که بالای شما حمله کنه، شما باید یک قدم پیشتر بری و پس با نیروی بیشتر بالایش حمله کنید. پس عمدتاً این یک فن مناظره است که ماشاءالله مولانا رحمت الله کرانوی یک متخصص ایرشته بود و همچنان آقای شیخ احمد دیدار. پس این کتاب اظهار الحق که توسط مولانا رحمت الله کرانوی نوشته شده بود در سال 1864 اصلاً لسان عربی بوده و در 6 جلد موجود است و بعدا این کتاب به شکل مختصر شده و به لسان انگلیسی، اردو و فارسی ترجمه شده. دوستان عزیز، اگر شما خواهان دریافت این کتاب هستید، به لینک تلگرام ما که در پایین صفحه گذاشتیم رفته و از آنجا رایگان دانلود نمایید. و این کتاب به زبانهای دیگری هم ترجمه شده که ترجمه خارجی از این توسط مولانا اکبر علی خان و پیشگفتار این کتاب توسط مفتی تقی عثمانی نوشته شده و بعدا مولانا رحمت الله کرانوی به مکه رفتند و به حیث خطیب مکه مقرر شدند و در آنجا ایشان یک مدرسه را تأسیس کردند که هنوز هم در آنجا وجود داره به نام مدرسه سالاتیه و ما هم از این مدرسه دیدن کردیم. این مدرسه جایی بود که اونا با دیگران آموزش میدادند که چگونه سوالهای عیسویان را جوابگو باشند. ماشاءالله این کتاب بسیار یک کتاب خوبی است و هر آن کسی که میخواه با مبلغان مسیحی دعوت داشته باشه میتونن که این کتاب بخونن.